خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مرد جوان و تنی سالم داشته باشید. دیروز 40 مهسا امینی بود با اعتراضات بسیار بسیار گسترده در سراسر ایران، مخصوصا مناطق کردنشین و مناطق کردستان تحت اشغال ایران. از طرف دیگه امروز 40 نیکا شاکرمی است و لرستان و مناطق دیگه از ایران باز هم 40 برگزار کرده و بسیار شلوغ و نیروهای دولتی هم به تظاهر کنندگان و معترضین تیراندازی کرده. همچنین دیروز حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز اتفاق افتاد که 15 کشته داشت. از این به بعد باید مواظب به این حرکت‌های جمهوری اسلامی بود، چرا که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه نیروهای خودش رو پشت سر خودش جمع بکنه احتیاج به حرکت‌هایی مثل بمب‌گذاری و ترور و کارهای دیگه هستش. احزاب سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی در این 44 سال که با حکومت اسلامی مبارزه کردن دارای تجربه بسیار بسیار غنی هستند و میدونن که در چنین شرایطی اگر وارد چرخه مبارزاتی مجددا بشن، سلاح به دست بگیرن، دولت مرکزی رو دستش رو باز میذارن برای مقابله سنگین. ولی اگر مردم خودشون در خیابان‌ها باشن، دولت مرکزی توانایی سرکوب همه مردم رو نداره. به همین دلیل نیروهای سیاسی خارج از کشور معمولا در چنین شرایطی به غیر از بیانیه صادر کردن کار خاص دیگه ای نمی کنن و این عاقلانه ترین کاریه که میکنن و بهتر این هست که همین شکلی ادامه بدن. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همه جوری که در 44 سال گذشته سابقه بسیار داشته و بعدها مشخص شده که دست خود حکومت درش بوده، مثل بمب‌گذاری در حرم امام رضا که بعدا معلوم شد ماموران اطلاعات سعید امامی درش نقش داشتن، یا در مسئله کوی دانشگاه که بعدا معلوم شد خود نیروی امنیتی ایران با برنامه این مسئله رو سرکوب کرده بودن و ایجاد کرده بودن و هم بانی امر و هم مجری طرح بودن، مردم ایران رو آگاه کرده که خیلی از این عملیات ها وقتی که اتفاق میفته واقعیت خارجی نداره و این رو خود جمهوری اسلامی با علم به یا عاملانه خودش عامل عمل بوده، مثل مسئله بمب‌گذاری در حرم امام رضا، یا اینکه متوجه بوده و اطلاعات کافی داشته و پیشگیری نکرده و این خودش باعث شده که این اتفاقات بیفته. به هر حال با خانواده قربانیان در هر حالتی ابراز همدردی میکنم، چه قربانیانی که در حرم شاهچراغ کشته شدند، چه قربانیانی که دیروز در مهاباد و شهرهای دیگه شهید شدند و به کاروان شهیدان اضافه شدند. امروز و دیروز کردستان کلن شلوغ بود، لرستان شلوغ بود. امروز به دلیل کشته شدن جوان ناکامی در کردستان به دست نیروهای اشغالگر و به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، مهاباد امروز هم شلوغ بود و متاسفانه خبرهای زد و نقیض هست از تیراندازی مجدد نیروهای جمهوری اسلامی به طرف مردم بیگناه. هرچند مردم در دست هیچ سلاحی رو در دست ندارن و به غیر از شاید چند تیکه سنگ چیز دیگه‌ای برای مبارزه با حکومت نداشته باشن، حکومت سعی در سرکوب خشن نیروهای مردمی داره. خوشبختانه اعتراضات از 40 روز گذشت و اعتراضات پراکنده و پردوام و مستمر ادامه پیدا کرده و این باعث میشه که یواش یواش نیروهای سرکوبگر دیگه واقعا توان مبارزه رو نداشته باشه، چرا که نیروهای سرکوبگر قدرت کنترل مناطق محدودی رو دارن و مردم بیشمارن. نیروهای سرکوب و نیروگاه‌های دولتی با حقوق و مزایا در خیابان هستند و حقوق و مزایا کفاف آدم کشتن و به اصطلاح کشته شدن رو نمیده، ولی مردم که در خیابان‌ها هستن برای ایدئال‌های خودشون در خیابان‌ها هستن و برای ایدئال‌ها انسان‌ها فداکاری می‌کنن.
انسان ها برای فرزندشون، برای آینده فرزندشون، برای آینده خودشون، برای ایدئال هایی که در ذهنشون دارن، برای زندگی راحت در، برای آزادی حاضر هستن جان بدن، ولی کسی به خاطر حقوق چند هزار چند میلیون تومانی حاضر نیست که کشته بشه و حاضر نیست که انسان دیگه رو بکشتن بده و بکشه. و یواش یواش نیروهای سرکوبگر بسیار بسیار شدید ریزش پیدا خواهند کرد، چرا که حکومت توان پرداخت حقوق نیروهای خودش رو هم نداره. خستگی مفرط نیروهای سرکوبگر داره بیشتر میشه، چرا که اون لباس نظامی که میپوشن و اون لباس ضد شورشی که میپوشن نزدیک 8 تا 10 کیلوگرم وزن داره و واقعا این وزن رو با این همه تجهیزات رو حمل کردن در کل روز و پشت سر هم در 45 روز پشت سر هم واقعا توان فیزیکی انسان ها رو از بین میبره. و قانون ابتدایی همه حرکت های این چنینی یک قانون 30 روزه و 3 ماهه هستش، به این شکل که اگر مبارزات 30 روز ادامه پیدا بکنه یواش یواش حاکمیت شروع میکنه به لرزش و به ریزش، و این ریزش تا 3 ماه ادامه پیدا بکنه، اگر تا 3 ماه ادامه پیدا بکنه دیگه به حد اعلای خودش میرسه و نیروهای مبارز هم معمولا 3 ماه بیشتر قدرت و توانایی مبارزه رو ندارن. جمهوری اسلامی منتظر است که این 3 ماه تمام بشود و این مردم به داخل خانه هاشون برن. اگر بعد از 3 ماه مردم وارد خانه هاشون نشن و همینطوری ادامه بدن این اعتراضات رو، مطمئن باشن، اطمینان بهشون میدم، یقین بهشون میدم که این مبارزات به نتیجه خواهد رسید و شاهد فرار بسیاری از نیروهای سرکوبگر به خارج از کشور خواهیم بود. دیروز هم برنامه ای رو اجرا کردم و در اونجا توصیه کردم که احتیاج به ساختن یک پارلمان در تبعید داریم. احتیاج به این هست که نیروهایی از جریانات فکری مختلف در تمام کشورهای اروپایی جمع بشن، کشورهای اروپایی و آمریکایی، شاید تعدادشون به هزاران نفر هم برسه و اینا یک پارلمان، یک تشکیلات عظیم خارج کشور درست بکنن و با این کارشون مدیریت بکنن این اعتراضات رو و مدیریت بکنن دوره گذار رو از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک و جمهوری آزاد ایران. من سعی میکنم دوباره با کسانی که روشنفکران و عزیزانی که در این راه توان کار کردن رو دارن تماس بگیرم و نظر خودم رو دوباره بیان بکنم، ولی واقعیت اینه که به تنهایی من قادر به این کار نیستم و نیاز به حمایت جدی شماها عزیزان دارم. منتظرم که حمایتم بکنید که ما بتونیم نیروهای فعال رو در سراسر دنیا پیدا بکنیم و از اینها یک پارلمان در تبعید درست بکنیم و با این پارلمان در تبعید شروع بکنیم دوره گذار رو مدیریت کردن، چرا که مردم برای راه مبارزه کردن خودشون راه‌های بسیار زیبا و به روز در هر روز ایجاد میکنن، هر روز یک روش جدیدی ایجاد میکنن، هر روز در یک جای مشخص یک جای جدیدی شروع میکنن به اعتراض کردن، ولی واقعیت اینه که به هر حال ما برای گذار از جمهوری اسلامی به دولت آینده احتیاج به یک زمانبندی و یک هیئت داریم، به یک هیئت مدیره داریم. این هیئت مدیره چه بهتر که از تعداد بسیار زیادی از افراد سرشناس سیاسی تشکیل بشه و نام پارلمان در تبعید رو داشته باشه، قوانین رو تصویب بکنه، آزادی هایی رو تصویب بکنه و همچنین قول این رو به نیروهای مسلح بده که همه اونها بازداشت و باز محاکمه نخواهند شد، کسانی که در قتل و گشتارها نقش داشتن بازداشت خواهند شد و باید به همه اعلام بکنه که در آینده ایران ما حکم اعدام رو نخواهیم داشت، چرا که اگر نیروهای سرکوبگر بدانند که به هر حال اعدام خواهند شد به هیچ عنوان دست از اسلحه بر نمی‌دارند. برای همین باید به همشون این پیام به صراحت رسیده باشه که ما در آینده ایران حکم اعدام و حکم شکنجه نخواهیم داشت و سیستمی دموکراتیک خواهد بود بر پای حقوق بشر، بر پای استانداردهای جهانی حقوق بشر.
و این رو باید حتما به گوش همه کسایی برسونیم که دارن در این مبارزات از طرف دولت دارن شرکت میکنن و جیره خور دولت هستن به اصطلاح. باید امکان این رو فراهم بکنیم که اینا بتونن به آغوش ملتشون بازگردن و دست از قتل عام و جنایت بردارن. و این به غیر از یک شورای رهبری یا یک پارلمان در تبعید کار دیگه جای دیگه امکان پذیر نیست براش. و من توصیه میکنم که حتما این شورای رهبری یا پارلمان در تبعید ایجاد بشه. امیدوارم که بتونیم به این هدف برسیم، چرا که کارهای بسیاری هست که احتیاج به سازماندهی هست. کار شکار آقازاده ها هست که باید بدونیم که این آقازاده هایی که در خارج از کشور هستن شکار بشن و اینا رو بهشون اجازه داده نشه که ثروت زیادی که از غارت مردم ایران به دست آوردن رو به خارج از کشور منتقل بکنن و با آسودگی در خارج از کشور زندگی بکنن. ما نیاز به هماهنگی بسیار داریم و امیدوارم این هماهنگی رو هرچه زودتر بین نیروهای اپوزیسیون داشته باشیم، با امید روزی که بتونیم هرچه زودتر این دولت در تبعید یا پارلمان در تبعید رو درست بکنیم، با امید روزی که بتونیم در ایران هم، در ایران دموکراتیک، از نزدیک هم دیگر رو ببینیم.